شما. خیلی خوشحالم که این فرصت هست با شما بخشی از کلام خدا رو در میون بذارم. همیشه من کارهای سخت رو بیشتر از کارهای آسون دوست داشتم و خدا هم همیشه منو تو کارهای سخت‌تر میندازه. امروز موعظه‌ای که به من داده موعظه بسیار سخت و چالش برانگیزیه، مخصوصا با اینکه مادر خانومم هم اینجا باشه دیگه سخت‌تر هم میشه. احوالتون چطوره؟ خوبین؟ این نور که نمیذاره ما شما رو ببینیم حداقل. عرضم به حضور شما که حسین پناهی میگه ثبت احوال تو شناسنامه من همه چیز منو نوشت به غیر از احوال منو. واقعا راست میگه، بهتره که ما یه وقتایی خودمون از ثبت احوال جلو بزنیم و کمبودای ثبت احوال رو به قول معروف جبران کنیم و حالی از همدیگه بپرسیم. عیسی مسیح میگه که ای بشر حالت خرابه، میگه نیاز به درمون داری و درمون تو من هستم، میگه من تو رو شفا میدم با ایمانی که به کار من بر روی صلیب داری و حال تو خوب میکنم با اعتمادی که به من داری. در کلام خدا این رو میگه عیسی مسیح در رومیان فصل 3، بعدن اگه وقت کردید بخونید، میگه حال بشر چطوره و خدا برای این بیحالی بشر چه تدارکی رو دیده. البته این موضوع صحبت امروز ما نیست، موضوع صحبت امروز ما جنگ روحانیه. میخوام خواهش کنم یه دست برای پرویز جان بزنید، اون ته نشسته تو تاریکی، همه کارهای ما میفته گردن پرویز جان ولی خب اون گوشه است زیاد بهش توجه نمی‌کنه. پرویز جان یه زحمت بکشین اسلاید همینی که الان می‌بینید، اسلاید شماره 1 رو می‌بینید. موضوع صحبت ما امروز جنگ روحانی هستش و قبل از اینکه وارد این موضوع صحبتمون بشیم میخوام دو تا کتاب به شما معرفی کنم که واقعا نیازه که این رو تهیه کنید به عنوان ایماندار و این دو کتاب رو بخونید تا بیشتر از آن چی که امروز میشنوید در رابطه با جنگ روحانی و موقعیت یک ایماندار در ایمانش یاد بگیریم. خواهش میکنم پرویز جان اسلاید شماره 2 رو هم برامون بذارید. این دوتا کتاب رو ازتون خواهش میکنم یا خودتون تهیه کنید. البته این دام شیطان رو میتونید در اینترنت دانلودش کنید پی دی افش رو و بخونید، ولی خب پی دی اف خوندن یه خوری سخته، میتونید به راحتی کتابش رو بخرید یا اینکه اینجا بگید که کلیسا اوردر کنه براتون و قیمتی هم ندارن، به اون صورت گرون نیستن، خیلی راحت میتونید تهیه کنید. این دو تا کتاب خیلی کمک میکنه به رشد ایمانی ما در ایمانی که نسبت به مسیح داریم. لطف کنید برگردید روی همون اسلاید شماره 1. موضوع مورد نظر ما امروز درباره ریختن قلعه های شیطان، از ریختن قلعه های شیطان از طریق استفاده کردن سلاح های روحانی هستش. یعنی یک جنگ روحانی هست و در این جنگ قلعه های شیطان کشیده شده بر علیه ما که ما اونها رو میتونیم بریزیم. به توسط چی؟ به توسط سلاح‌های روحانی که با هم الان بررسی میکنیم. خوبه هر از گاهی این لامپ‌های عوض میشه، یه تنفسی به چشمای ما میده. برای این که ما وارد این مبحث جنگ روحانی بشیم بهتره که اول متوجه بشیم که اصلا جنگ روحانی چی هست؟ چرا جنگ روحانی اصلا وجود داره و توی این جنگ چه کسی بر علیه چه کسی در حال جنگن هستش و ارتباط ما به عنوان یک ایماندار در این جنگ چی هستش و اینها رو باید یاد بگیریم و بدونیم که ما در کجای این جنگ ایستاده ایم.
لطف کنیم با همدیگه بیاین با من بریم داخل کتاب انجیل متی فصل 12 آیه 25. اسلاید 3 رو میتونید پرویزیان برامون بذارید. اینجا یه آیه‌ای هست که خداوند عیسی مسیح میگه عیسی که فکر ایشان را درک میکرد فرمود هر حکومتی که به دسته‌های مختلف تقسیم شود نابودی آن حتمی است و همچنین شهر یا خانه‌ای که در آن تفرقه باشد برقرار نخواهد ماند. عیسی مسیح این رو به ما میگه. این موضوعی که الان میخوام در رابطهش باهاتون صحبت بکنم، مطمئنم اون عزیزانی که در کلاس‌های مطالعه و بررسی کتاب مقدس روز بعد از ظهرهای سه شنبه شب با ما هستن میدونن این رو یا شنیدن در رابطه با این. چرا؟ چون که ما درباره این موضوعات تو جلسات صحبت میکنیم و تشویقتون میکنم و دعوتتون میکنم وقت بذارید سه شنبه شب ها بیایید اینجا تا ما شما رو خدمت کنیم، بیایید اینجا تا آنچه که خدا به ما داده از کلامش با شما تقسیم کنیم، آنچه که در کلام خداوند نهفته است بتونیم اینجا با هم دیگه از طریق روح القدس بازش کنیم و فهم درک بهتری نسبت به کتاب مقدس داشته باشیم. کتاب مقدس، همیشه این رو میگم، کتاب مقدس کتاب راهنمای زندگی یک ایماندار هستش. هر شخصی برای اینکه یک مسیری رو بره به نقشه جی پی اس یک آدرسی لازم داره و یک ایمانداری که کتاب مقدس نداره و نمیخونه یعنی هنوز در تاریکی و در هنوز در بیراهه داره راه میره، چون که راهش رو به درستی طی نمیکنه. عرضم به حضور شما که به هر حال تشویقتون میکنم که با ما باشید. آیه 25 از فصل 12 که حالا بعداً میخونیم توی فصل 12 انجیل متی با هم مطالعهش میکنیم، عیسی یک اصل خیلی مهمی رو بیان میکنه. اصلش چیه؟ اصلش اینه که بیان میکنه تا پادشاهی بزرگ وجود داره. در تمام خلقت، نه در تمام دنیا، در تمام خلقت دو تا پادشاهی بزرگ و عظیم وجود داره که این پادشاهی ها نامرئی هستن و قابل رؤیت با چشمای فیزیکی انسان نیستن و این دو تا پادشاهی دائما با هم در حال گیدن هستن، دارن می‌جنگن با هم دیگه. تمامی امپراتوری‌های عظیمی که بودن و خواهند بود در مقابل این دو پادشاهی، در مقابل این دوتا حکومت پشیزی بیش نیستن. یعنی آنچه که ما اینجا لرزه به اندازه وقتی که نسبت به امپراتوری مادها و پارسها، امپراتوری روم، امپراتوری آشور، امپراتوری یونان اینها رو میخونیم، در رابطهشون لرزه به بدنمون میفته که چه عظمتی داشتن و چه کارهایی کردن. در مقابل آن دو پادشاهی که در کتاب مقدس راجعش صحبت میکنه پشیزی بیش نیستن. حالا چرا؟ توضیح میدم. یکی از این پادشاهی ها متعلق به شیطان هست و شیطانی هست و فرمانده اون خود شیطان هست و دومین پادشاهی، پادشاهی روحانی، پادشاهی یهوه، خداوند خالق یکتا هستش. من این تصور رو دارم که عده زیادی از ما بر این باوریم که خدا پادشاهی داره، چه از اون گذشته مذهبیمون که بودیم و چه الان که در ایمانی که هستیم این رو میدونیم که خدا پادشاهه و حکومتی داره که بر اون پادشاهی میکنه. ولی عده خیلی زیادی مطمئنم که با این که بگیم شیطان پادشاهی داره، شیطان حکومت داره و حکومتش نامرئیه، یه مقداری مشکل دارن. ولی حقیقت اینه، واقعیت اینه، کتاب مقدس
صریحاً این رو به ما میگه که این حکومت، حکومت شیطانی وجود داره و شیطان در اون با قدرت حکمرانی میکنه و دونستن این موضوع برای هر ایمانداری بسیار بسیار مهمه. چرا مهمه دونستن این موضوع برای هر ایمانداری؟ برای اینکه باید ما این پادشاهی رو بشناسیمش، طبیعت این پادشاهی رو بشناسیم، کارهای این پادشاهی رو بشناسیم و خودمون رو در مقابل این حکومت و این پادشاهی بدونیم که در چه وضعیتی هستیم. چرا دونستن این موضوع مهمه که ما پادشاهی شیطان رو بدونیم؟ برای اینکه شاید زنگ دارن میزنن اعتراض کنن میگن راجبه این موضوع، برای اینکه اگر ما در دوران در درون پادشاهی یهوه هستیم از طریق خداوند عیسی مسیح، وقتی عیسی مسیح قرار میگیریم وارد پادشاهی یهوه میشیم. وقتی که ما در پادشاهی یهوه هستیم، در ملکوت خدا قرار داریم، به طور اتوماتیکوار ما با در یک جنگ قرار داریم، قرار میگیریم در یک جنگ. و نکته ای که باید به اون توجه کرد که این جنگ جنگیه که برای یک شخص و یک نفر و اینا نیست، برای کل پادشاهی خدا هست. یعنی شما چه در او فعال باشید چه در او نباشید، مورد هجوم و تهاجم دشمن قرار میگیرید که شیطان باشه. اگر زحمت بکشید پرویز جان اسلاید شماره 4 رو برامون بذارین، متا فصل 12 آیه 24 میگه: ولی هنگامی که خبر این معجزه به گوش فریسیان رسید، گفتند عیسی به این دلیل ارواح ناپاک را از مردم بیرون میکند، زیرا خودش شیطان و رئیس دیو هاست. کی گفته دیو وجود نداره؟ کی میگه ارواح پلید وجود نداره؟ خرافات اینا. در تمام دوران تاریخ بشر از زمان سقوطش تا الان ارواح شریر بر روی زمین دارن کار میکنن و هستن. کلام خدا بارهای بار این رو مشخصا اعلام میکنه. خب شرح این واقعی که الان خوندم براتون از این قراره که عیسی مسیح تازه یک مردی رو شفا بخشیده بود، مردی که کر بود، گنگ بود و لال بود. و دلیل اینکه کر بود، گنگ بود و لال بود میدونین چی بود؟ دلیلش این بودش که دیو زده بود. دلیلش این بود که یک روح شریر اون رو تسخیر کرده بود، اون رو در اختیار خودش گرفته بود. میدونستید که روح‌های شریر میتونن کور بکنن، گیج بکنن و لال بکنن؟ میدونستی اینو؟ هم میتونن کور بکنن، هم میتونن لال بکنن، هم میتونن کر بکنن، چه فیزیکی چه روحانی. بسا که بسیاری افراد در دنیا هستن که فکر میکنن خیلی علاوه فیزیکی سالم هستن و خیلی در موقعیت خوب قرار دارن، ولی از لحاظ روحانی گنگ هستن، از لحاظ روحانی کر هستن، از لحاظ روحانی کور هستن. و این علتش اسارت در آن روح هستش یا اون هستش. خب حالا بذارید به جواب عیسی مسیح توی متا فصل 12 آیه 25 تا 26 که اسلاید شماره 5 به ما میگه اون رو ببینیم. عیسی که فکر ایشان را درک میکرد فرمود: هر حکومتی که به دسته های مختلف تقسیم شود، نابودی آن حتمی است و هیچ شهر یا خانه‌ای که در آن تفرقه باشد برقرار نخواهد ماند. حال چگونه ممکن است شیطان بخواهد شیطان را بیرون کند؟ زیرا این کار باعث نابودی حکومت خودش می‌شود، خود یا حکومتش خواهد شد. دوباره تأکید می‌کنم، این خیلی واضح و روشن اینجا عیسی مسیح به ما میگه که شیطان یک خیال و یک تصور نیست
بلکه یک موجود زنده روحانیه که برای خودش یک حکومت و پادشاهی داره و خیلی هم حکومت و پادشاهیش منسجم و تقسیم ناپذیره، آنطوری که در کلام خداوند میدونیم و میخونیم. اسلاید شماره 6 بزحمت، آیه 27 و 28 این فصل 12 رو توجه کنید. اگر شما معتقدید که من به نیروی شیطانی ارواح ناپاک را بیرون میکنم، پس هم مسلکان شما با چه نیرویی آنها را بیرون میکنند؟ این روزه دیدید؟ مثلا به یه نفر میریم میگیم آقا که چرا به عیسی مسیح ایمان؟ میگه عیسی مسیح خداوند. میگه تو چجوری میدونی خداوند؟ میگه معجزات کرده، معجزات داره. میگه خب ما میریم دخیل میبندیم به فلان امامزاده هم معجزه میگیریم. اینجا چی میگه؟ شنیدین چی گفت؟ میگه هم مسلکان شما چجوری این کارا رو میکنن؟ پس شیطان هم قدرت این رو داره که معجزات بکنه، ولی شیطان قدرت این رو نداره که مرده رو زنده بکنه، برای اینکه شیطان نمیتونه حیات بده. شیطان اومده که حیات رو بگیره، ولی عیسی مسیح مردگان رو زنده کرد، برای همین خداوندی خودش رو ثابت کرد. عیسی مسیح آب رو شراب کرد و شیطان نمیتونه آب رو شراب بکنه. عیسی مسیح آب رو شراب کرد برای اینکه تبدیل میکنه. عیسی مسیح ما رو از مرگ به حیات، به هستی تبدیل میکنه. علم قرن 21 نمیتونه آب رو به شراب تبدیل بکنه، برای اینکه مولکولاش به هم نمیخوره اصلا. برای همین عیسی مسیح خداوندی خودش رو با علائمی اعلام میکنه که هیچ قدرتی بر روی زمین و آسمان ها قادر به انجام اون نیستند. اگر شما معتقدید که من با نیروی شیطانی ارواح ناپاک را بیرون میکنم، پس هم مسلکان شما با چه نیروی آنها را بیرون میکنم؟ آنان خودشان جواب این تهمت شما را میدهند. ولی اگر من به وسیله روح خدا ارواح ناپاک را بیرون میکنم، پس بدانید که ملکوت خدا در میان شما آغاز شده است. ملکوت چی؟ حکومت کی؟ خدا در میان شما. بس حکومت شیطان، اگر شیطان بخواد بر علیه حکومت خودش باشه، بالا توضیح داد و پایین داره توضیح میده حکومت خدا آغاز شده است. پس میبینیم که عیسی مسیح در این آیات به واضح میگه دو نوع حکومت، دو نوع پادشاهی روحانی نامرئی وجود داره که یکیش متعلق به شیطانه و دیگری متعلق به یهوه خدا هستش که پادشاه اون الان عیسی مسیح است و این دو دائم با هم در حال جنگ هستند. وسط اینا پناهگاهی نیستش که انسان‌ها در اونجا باشن. انسان‌ها یا در جبهه شیطان ایستادن یا در جبهه مسیح ایستادن و در این جنگ هستن، چه بخوان چه نخوان. آیه 28، عیسی مسیح از پادشاهی که گفتم صحبت میکنه، پادشاهی خدا است. البته میگم اگر شما کتاب متا رو بخونید که ما الان داریم در روزهای سه‌شنبه اون رو بررسی میکنیم، فصل 17 رو پشت سر گذاشتیم، کتاب متا سر تا سرش در رابطه با پادشاهی یهوه صحبت میکنه که بر روی آمده. حالا میگم کجا آمده، کجاست. کتاب متا این رو میگه. از چه زمانی پادشاهی آسمانی، پادشاهی یهوه شروع شده و این پادشاهی متعلق به کی هستش؟ از زمانی که خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب رفت و جان خودش رو برای نجات بشر قربانی کرد، خودش رو قربانی کرد و جانش رو داد و مرد، مهمه این، مرد و بعد از 3 روز مرد زنده شد، قیام کرد و به آسمان نزد خدای پدر رفت، بازگشت به آسمان، در روز پنتیکاست با ریزش روح القدس بر روی اشخاصی که
ایمان آوردن به کار نجات بخش عیسی مسیح، این ملکوت برقرار شد. ولی این ملکوت کجا برقرار شد؟ کسی میتونه ببیندش؟ کسی میدونه کجاست؟ نه، ملکوت روحانی هست که در روی قلب‌ها و در درون قلب‌های اشخاصی که به عیسی مسیح به عنوان خداوندشون نجات میارن برقرار میشه. ملکوت خدا بر روی دل‌ها برقرار شده، نه بر روی زمین. زمین حکمرانش و ملکوتش در اختیار شیطان هست و شیطان حاکم این زمین است طبق کلام خداوند. ملکوت خدا بر روی دل‌های افرادی که ایمان آوردن بنا میشه و ما دیگه تحت کنترل ملکوت زمین نیستیم. کسانی که ایمان میارن تحت کنترل حکومت آسمانی هستن. کلام خدا میگه به حکومت‌هایی که بر روی زمین گذاشته شده به قوانینشون احترام بذارید تا جایی که بر علیه خدا نیست، بر علیه قوانین خدا نیست. میگه شما در ملکوت خدا هستید ولی در این دنیا زندگی میکنید. ما مثل یک قایق میمونیم که یک در درون یک دریا زندگی میکنیم. ما درون اون قایق هستیم. این اسلاید شماره چند بود؟ برمی جانا؟ بله، شماره 6 بود. مرسی. خب، بس وقتی که عیسی گفتیم پادشاهی کی برقرار شد؟ از زمانی که خداوند عیسی مسیح روح القدس رو فرستاد و بر روی دلهای ایمانداران نشست این پادشاهی و تولد روحانی گرفتن. و ما باز هم تاکید میکنم در کلاس‌های مطالعه و بررسی کلام خدا روزهای سه‌شنبه شب عصر که ما اینجا داریم همه این موضوعات رو بررسی میکنیم، باهاش صحبت میکنیم و اونجا خوندیم و میدونیم که گناه در کتاب مقدس یک عمل نیست. در تمام ادیان دنیا، حتی مذهب مسیحیت که ما مذهب نداریم، در مسیحیت یعنی مذهبی که شیطان برقرار کرده، ما ایمان مسیحی داریم و طریقت مسیحی داریم، راه مسیح داریم و تمام ادیان های دنیا گناه رو یک عمل میدونن. در اون گذشته‌ای که ما ازش یا من ازش آمدم به ما یاد دادن، گفتن تو وقتی که به دنیا آمدی معصوم بودی و بعد که بزرگ شدی شروع کردی به کارهای گناه آلود کردن، گناه به آلوده شدی به گناه و باید حالا خدا با اعمالی که تو میکنه انشالله و ماشالله تو رو ببخشه. ولی در مسیحیت میگه ما در گناه زاده میشیم. یعنی چی؟ گناه یک عمل نیست. هر جایی در هر کلیسایی در هر مکانی دیدید بهتون گفتن گناه عمله، بدونید اشتباس. من با کلام خدا ثابت میکنم این رو. گناه یک وضعیته. ما در وضعیت، یعنی هر انسانی در وضعیت گناه به دنیا میاد. هر انسانی در وضعیت گناه به دنیا میاد. چجوری؟ وقتی که ما متولد میشیم جسمانی، در کجا به دنیا میاد؟ در کره مریخ؟ در ما؟ نه، در روی این زمین. گفت حکران این زمین کیه؟ شیطان هست. چرا شیطان حکران این زمین هست؟ برای اینکه آدم و حوا که خدا گذاشته بود برای حکمرانی بر روی این زمین، این اقتدار رو، این مقام رو از دست دادن یا باختن به شیطان و شیطان تسخیر کرد و شیطان حکمران اینجاست. و هر کسی که در اینجا به دنیا میاد در این وضعیت گناه به دنیا میاد، هرچند که ذاتش هم در آدم و حوا به گناه آلوده است، ولی در این وضعیت به دنیا میاد. گناه یک وضعیته. وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم ما در این وضعیت گناه اینجا هستیم
وقتی که به عیسی مسیح ایمان میاریم از این وضعیت برداشته میشیم، انتقال پیدا میکنیم به ملکوت خدا، به وضعیت عادل شمردگی. و عادل شمردگی، ما در این وضعیت گناه نیستیم، ما در وضعیت عادل شمردگی هستیم. لطف کن پروی جان اسلاید شماره 7 رو برامون بذارین. دوم قرنتیان فصل 4 آیه 4 میگه، شماره 7 رو پروی جان. اوکی. دوم قرنتیان فصل 4 آیه 4 به ما میگه شیطان که حاکم این دنیای پر از گناه است، چشمان این اشخاص بی ایمان را بسته است تا نتوانند نور پرجلال انجیل را ببینند و معنی پیغام ما را درباره جلال مسیح که چهره قابل رویت خدای نادیده است را درک کنند. شیطان که حاکم این دنیای پر از گناه است. برای اینکه آیه‌ای داده باشم در رابطه با صحبتی که کردم، این آیه رو براتون خوندم. اما خبر خوش همونطور که گفتم اینه که عیسی مسیح از طریق روح القدس شخصی رو که به او توکل میکنه و ایمان میاره، یک تولد روحانی بهش میده. همونطور که ما یک تولد جسمانی پیدا میکنیم تا وارد این دنیا بشیم، و تفاوتش اینه که ما نمیخوایم، خاص پدر مادر هست که ما رو وارد این دنیا بکنن، و وارد این دنیا بشیم. به همین شکل یک تولد روحانی است که در خواست ماست. اگر ما میخوایم میتونیم این تولد رو دریافت بکنیم و انتقال پیدا بکنیم به کجا؟ گفتم ملکوت خدا. بس نیازه که همونطور که ما وارد یک دنیای گناه‌آلود میشیم، همونطور یک تولد پیدا کنیم، وارد یک دنیای الهی، وارد دنیایی که حضور خدا هستش بشیم. خب پس اینجا تا اینجا متوجه شدیم که خیلی روشن عیسی مسیح داره توضیح میده که دو تا پادشاهی وجود داره که برای بیرون روندن ارواح شریر از اشخاص خوش اومدید. به 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 با تولد مخبرانش نیم. بس عیسی مسیح روشن داریم که دو تا پادشاهی هست که با هم می‌جنگن، یکیش مال شیطانه، یکیش مال خدا هستش. خب من خودم شخصا باور دارم که وقتی عیسی مسیح شفا میداد، این خدمت عیسی مسیح واقعا باعث رنجش و عصبانیت شیطان میشد و هنوزم که 2000 ساله میشه. چرا؟ علتش اینه که وقتی که عیسی مسیح ارواح ناپاک رو بیرون میکرد، وقتی عیسی مسیح دیوها رو اخراج میکرد، اونها عصبانی میشدن، خشکی میشدن و ترسان میشدن. چرا؟ دو تا علت داره. اول اینکه ایمانداران میتونستن پادشاهی نامرئی شیطان رو متوجه بشن که این مریضیش مریضی که وابسته به روحانیتش داره، به روحیش داره، و این نامرئیه، ما نمیتونستیم اونو ببینیم، ولی مسیح اومد اون رو اخراج کرد و این شخص خوب شد و میتونست این به قول معروف دستش رو برملا کنه. دوم این که وقتی که عیسی مسیح ارواح شریر رو بیرون میکرد یا روحا رو نهیب میداد با قدرت و اقتداری که داشت، ثابت میکرد که ملکوت خدا قدرتش بسیار 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 بالاتر از قدرت شیطان هست.
و این رو این دو تا دلیل باعث این میشد که اونها بترسن و خشمگین باشه شیطان از این خدمت. برای همینه که الان تو کلیساها تعلیم میدن آقا اخراج ارواح، شفا دادن، زبانها صحبت کردن، این عطایا مال اون موقع 2000 سال پیش بود، خدا داده بود، الان دیگه نیستش. دروغ شیطانه. اگر خدا چیزی رو داده همیشه هست و همیشه کارایی داره. برای چی؟ میگه خداوند عطایا رو داده و این عطایا رو همه رو از کجا میاد؟ از یک روح میاد و اون روح روح القدسه. برای چیه؟ برای بنا و ساختن کلیساست. و اگه قرار بود که خداوند کلیساشو بسازه فقط 2000 سال پیش میساخت؟ نه، هنوز هم میسازه. هنوز هم شما تو همین خیابونای آمریکا را میرین خیلی اشخاص رو دیوزده میبینید که احتیاج به شفا دارن، ولی کو آدمایی که بتونن برن و شفا بدن؟ شما میدونید چی میخواد؟ ایمان به عیسی مسیح رو میخواد، اعتماد به عیسی مسیح رو میخواد. که ایماندارا در این قسمت ایمان و اعتماد متاسفانه ضعیف هستیم. خب تا حالا تمام این مطلب هایی که با شما در میون گذاشتم یه مقدمه ای بود از این که بگم یک جنگ روحانی وجود داره که در کتاب مقدس واضحاً راجبش داره صحبت میکنه. تازه براتون تاکید کنم کتاب مقدس فقط عهد جدید نمیگه اینا، عهد قدیم از کل کتاب مقدس راجب جنگ روحانی داره صحبت میکنه. حالا شما رو دعوت میکنم با من بیایید بریم به یک سفر افسوسیانی، بریم تو کتاب افسوسیان فصل 6 آیه 12 تا یک کلید تشخیص این جنگ روحانی رو براتون باز کنم. اگر اسلایدم اشتباه نباشه شماره 8 باید باشه پروی جان، اونو اگه زحمت شو بکشی. افسوسیان فصل 6 آیه 12 میگه که بدانید که جنگ ما با انسانها نیست، انسانهایی که گوشت و خون دارن، بلکه ما با موجودات نامرئی می جنگیم که بر دنیای نامرئی حکومت می کنند، یعنی بر موجودات شیطانی و فرمان روایان شرور تاریکی. ولی جنگ ما با اینها نیست، با لشکرهایی از ارواح شرور که در دنیای ارواح زندگی می کنند. اگر با دوستت، همسایت، فامیلت، خواهرت، برادرت، پدرت، کشور دیگه‌ای، ملت دیگه‌ای سر جنگی، تو جبهه اشتباه وایستادی. تمام جنگ بشر، خدا بشر رو نساخت که با هم بجنگه، خدا بشر رو ساخت که با هم عشق بده، عشق ببرزه و گفت بروید بارور شوید و زمین را پر سازید. این خواست خدا بود. چرا اینجوری خواست؟ برای اینکه گفت انسان را بسازیم شبیه خود. خودش که نمیخواست جنگ تولید کنه که، گفت شبیه خودم بسازم. ولی جنگ شروع شد از موقعی که شیطان اومد تا بر علیه خدا و انسان قد علم کرد. اگه یادتون باشه عیسی مسیح روی صلیب وقتی که بردنش داشتن صلیبش مصلوبش میکردن، مردم توف مینداختن، فحش میدادن، ناسزا میگفتن، مصلوبش کنید، مصلوبش کنید. و اون که اون دستاش میخورده بود در اون رنج و سختی و مشکلاتی که روی صلیب بود به خاطر من و شما، گفت پدر ببخش اینها را چون که نمیدانن چه میگوین. برای چی اینو گفت؟ برای اینکه عیسی مسیح مردم رو نگاه نمی‌کرد، پشت مردم رو نگاه می‌کرد که کی این صحنه خیمه شب بازی رو به وجود آورده و می‌دونست که شیطان پشت این قضیه است. و اینجا داره به ما میگه صلح کنید با هم، اختلافاتتون رو در نام عیسی مسیح بشینید و بگید که من تو رو بخشیدم در هر
شرایطی که هستیم با هم دیگه، هر بدی که تو به من کردی من تو رو بخشیدم و تو من رو بخشیدی، صلح بیا، چون که مسیح پادشاه صلح و سلامتی هستش و تمام جنگ ها و اختلافات شخصی از شیطان هست. حالا ممکنه بگید که با این شیطان کیه که اینقدر بزرگش میکنی؟ شیطان فرشته خلق شده توسط خداست. در کتاب اشعیا این رو میگه، در کتاب حزقیال این رو میگه، میتونید بخونید اگر خواستید براتون آیاتشو آدرساشو میدم. غرور شیطان باعث سقوط اون شد و همین طرد شدگی اون تبدیل کرد او رو به دشمن خدا و خلقت خدا، و زمانی که از حضور یهوه سقوط کرد، یک سوم از فرشتگانی که خداوند خلق کرده بود رو با خودش برد. یعنی نه که با خودش برد، با او رفتن. خب توی مکاشفه این رو میتونید بخونید. و وقتی که رفت، یک پادشاهی برای خودش بنا کرد که این پادشاهی تاریکی است. با او پادشاه حکومت تاریکی. خب و با قدرت هم داره روی اون حکومت میکنه. کار حکومت اون جنگیدن بر علیه خدا و خلقت اوه، مخصوصا انسان، که تونست انسان رو شکست بده. میدونیم این رو طبق روایتی که در کتاب مقدس هست، و انسان رو به اسارت گرفت، و برای همین منظور خدای پدر عیسی مسیح رو فرستاد تا بیاد، تا قبل از نابودی نهایی شیطان انسان رو از این اسارت نجات بده، تا با شیطان هلاک نشه، نابود نشه. اونایی که به این کار مسیح دست بدن، دستشون رو بدن تا مسیح بگیره، اونایی که بهش ایمان بیارن، اونایی که بیان به سمت مسیح تا بتونن، مثل داستان مسیح، مثل کشتی نوح هستش. کشتی نوح ساخت. بعضی ها اعتراض میکنن، میگن آقا این چقدر کشتیش مگه بزرگ، چقدر بزرگ بوده که این همه حیوان توش جا میفته؟ میگم خیلی بزرگتر از اون چیزی که تو فکرشو میکنی. برای چی؟ برای اینکه تو تازه فقط حیوانات رو در نظر میگیری، ولی خدا به نوح گفته بود بساز، چون که تمام بندگان من، بشر من هم باید بیان تو این نجات پیدا بکنن. ولی متاسفانه 8 نفر فقط رفتن توش، پس جای خالی زیاد داشت اون کشتی. خب ولی کشتی ساخته شد، نوح همه رو دعوت کرد، شمشیر نذاشت و زورم نگفت که وارد این کشتی بشین. کسانی که باور کردن وارد اون کشتی شدن و نجات یافتن. کسانی که باور نکردن در اون هلاکت موندن و مردن. و بار دوم که میدونید زمین داوری میشه، با چی داوری میشه؟ با آتش. خداوند گفت دیگه رنگین کمان، میدونیم برای چی هست دیگه رنگین کمان. بعد از طوفان نوح خدا رنگین کمان رو گذاشت، رنگین کمان صلح بود، و گفتش که دیگه من زمین رو با آب نابود نمی کنم. بار دوم که بار نهایی و آخرین بار هست در بازگشت عیسی مسیح، در دومین باری که مسیح برمیگرده انجام میشه و زمین و هر آن چه در آن هست نابود میشه، داوری با آتش است. یعنی چی؟ یعنی هنوز در رحمت عیسی مسیح بازه که ما امروز عزیزانمون رو دعوت کنیم که بیان در این رحمت قرار بگیرن، در این فیض قرار بگیرن، و نگره در اون آتش قرار میگیرن. متاسفانه امروز شیطان بر روی زمین حکومت میکنه، ولی عیسی مسیح بر روی دلها حکومت میکنه. خب شیطان طمع و طمع حکومت و تسلط بر تمام زمین و انسان‌ها رو داره، و برای همین هم هستش که تو هر گوشه‌ای از این دنیا روی این زمین میری، شما شاهد تاریکی هستی، شاهد جنگ هستی، شاهد
خونریزی هستی، شاهد قتل هستی، شاهد جنایت هستی، شاهد خوشسالی هستی، شاهد فقر هستی، شاهد گرسنگی هستی. چرا؟ برای اینکه حکومت تاریکی و شیطان اینجا هست. در تاریکی چه اتفاقی میفته؟ تاریکی کثافات رو با خودش میاره، جنایات رو با خودش میاره، تمام اتفاقات بدی که پیش میاد در تاریکی انجام میشه. دوست در تاریکی میاد به خونه شما دزدی میکنه، که در نام عیسی مسیح باطل میکنم که هیچ دزدی دستش به خونه هیچ کدوم از شما نرسه. ولی در تاریکی هست که این کارها انجام میشه، ولی عیسی مسیح حکومتش حکومت نور هست. تنها خدایی که در تمام ادیان‌های دنیا بارهای بار میگه مرا آزمایش کنید، یهوه است. میگه از من سوال کنید تا به شما جواب بدهم. میگه بیاید با من بحث کنیم، بشینیم بحث و گفتگو کنیم در رابطه با خودتون، در رابطه با خودم. فقط یهوه است. چرا؟ چون که خدای نور هست، باز هست و در تاریکی نیست. همه چیزش عیان و باز است. ولی خدایانی که در تاریکی هستن افکارها رو تاریک میکنن تا بتونن حکومت کنن. مشاهده یه دونش هستیم فعلا. همین الان هستیم، داریم امروزم دعا میکنیم که میدونیم اراده خدا برای ایران میشه، ولی خدا از وسایل استفاده میکنه و این افرادی هم که به هر نیتی برای خودشون قدم جلو گذاشتن، ما میدونیم که خدا از اونها استفاده میکنه برای آزادی ایران و ایرانی. نکته تأسف‌بار اینه که عمده افرادی که توی حکومت تاریکی زندگی میکنن خودشون نمیدونن تو کجا قرار دارن. برای اینکه نمیتونن تشخیص روحانی داشته باشن و دنیای نامرئی بدونن هست، وجود داره و در اون حکومت شیطان هست و وضعیت جسمانیشون رو نگاه میکنن، میگن آه ما که در وضعیت خوبی هستیم، ما که در آمریکا زندگی میکنیم، ما که دو افغانستان و ایران و نمیدونم آفریقا نیستیم، بلکه ما در آمریکا هستیم، خب وضعیت زندگی اینجا راحت تره. ولی موضوع این نیست که شما در کجا زندگی میکنید. این زندگی یک روز تمام میشه، ولی یک ابدیتی وجود داره که در اونجا ما شاهد اون دنیای نامرئی خواهیم بود. خب آیه 12 از فصل 6 کتاب افسوسیان میگه که جنگ ما با چیه؟ ارواح شریر هستش. خیلی انسان ها فکر میکنن که شیطان الان که توی جهنم هستش و جای شیطان تو جهنمه و بس دیگه اون کاری نمیتونه بکنه. تو جهنم هم که همش آتشه و گوگرده و نمیدونم حالا همون چیزایی که تصورات ما هستش اون هستش. ولی این 100% اشتباه است. شیطان در جهنم نیستش. شیطان جایی ما بین زمین و آسمان سوم حضور داره و حکومت میکنه. ما بین زمین که ما هستیم و آسمان سوم که حضور خدا فردوس هست، ما بین این دو اونجا حضور داره. آیه لطف کنید شماره 10 رو بندازید. اینجا رو میبینید، اینجا شما سه تا آسمان رو میبینید. یک آسمان که آسمان اول هست، ما درش زندگی میکنیم طبق کتاب مقدس. آسمان سومی که دارید میبینید جاییه که حضور خدا و خداوند عیسی مسیح
که همون بهشت و فردوسه، به این شکل که اگه یادتون باشه عیسی مسیح در کتاب لوقا اگه اشتباه نکنم وقتی به صلیب کشیدن، دو رو هم در چپ و راست عیسی مسیح به صلیب کشیدن، یکی از اونها به عیسی مسیح گفت وقتی امروز به حضور خدای پدر میری من رو هم در نظر داشته باش. مسیح بهش گفت تو همین امروز با من در کجا خواهی بود؟ در فردوس. یعنی داره میگه یک جایی هست که اونجا اینجا نیست که من و تو هستیم، یه جایی دیگه هست به نام فردوس، به نام بهشت، به نام حضور خدا، به نام کتاب مقدس آسمان سوم. میگه تو با من در اون فردوس هستی. بس سومین آسمان، حالا بهتون آیه میدم، از خودم در نیاوردم این رو، اون فردوس جاییه که حضور خداست، یهوه هست، تخت خدا هست و اینکه عیسی مسیح است و فرشتگانش هستن و تمام ایمانداران روزی در اونجا خواهند بود. خب آسمان اول جاییه که خورشید و ماه و ستارگان وجود داره و برای ما قابل رویته، و در نهایت آسمان دومی وجود داره که من شخصا باور دارم شیطان و ارواح شریر توی اونجا قرار دارن و شاید هم همون جاییه که بشر به دنبال نمیدونم انسان چیزای موجودات فضایی میگرده، میدونین؟ جایی ما بین انسان و خدای خالق، جایی که ما باید دعاهای خودمون رو از اونجا عبور بدیم و به حضور کی ببریم؟ به حضور خدای پدر ببریم. چرا این رو میگم؟ یه نمونه خیلی خوب داریم تو کتاب مقدس، تو کتاب دانیال فصل 10 میگه که، البته کتاب دانیال فصل 10 رو الان از وقت ما خارجی که بخونیم، ولی تشویقتون میکنم فصل کتاب دانیال فصل 10 11 و 12 رو حتما تو خونه وقت بذارید بخونید، برکت میگیرید. توی فصل 10 کتاب دانیال میبینیم که دانیال برای قوم خودش و آینده قوم خودش 3 هفته است داره دعا میکنه و تو این 3 هفته روزه گرفته. چجوری روزه گرفته؟ گیاهخواری میکنه، حبوبات میخوره و لب به شراب و گوشت نمیزنه. بعد از 3 هفته 24 روز که میگذره فرشته ای از حضور خدا میاد پیش دانیال و بهش میگه که چرا طول کشید که جواب دعات رو بگیری؟ فرشته میگه که از همون روز اول که تو دعا کردی خدا منو فرستاد که بیام پیش تو، ولی 3 هفته طول کشید که من به تو برسم، چون جایی ما بین تو، همین کلمه رو استفاده میکنه، جایی ما بین تو و خدا فرشته شیطان جلوی اومدن من رو گرفت و من باید با اون می جنگیدم و اون فرشته قوی بود که اون فرشته قوی بر روی پارس، حکومت پارس حکمرانی می کرد و من باید با اون می جنگیدم و برای این جنگ نیاز داشتم میکائیل فرشته رو به کمک بگیرم. این فضای ما بین زمین آسمان اول و حضور خدا آسمان سوم فضای حکومت شیطانه یا همون آسمان دومه و اونجاست که جنگ الان وجود داره و ما نمیتونیم ببینیمش، برای ما قابل فهم نیست، برای ما قابل دید نیست. اپاسوسیان فصل 6 آیه 12 میگه، البته یه لقب دیگه هم که میدونی، لقب یکی از لقبای شیطان مقاومت کننده هست، یعنی با خواست اراده خدا مقاومت میکنه. خب کسانی که کتاب مقدس رو با هدایت خدا میخونن یک
تصویر عمودی از بالا به پایین به اونها میده در رابطه با وقایع تاریخی که به صورت افقی اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی این که اونا میتونن متوجه بشن که هر جنگی بر روی زمین ربط داره به جنگی که در روی آسمان داره انجام میشه. شما 200 سال قبل از کوروش حکومتش پیشبینی میشه. 150 سال قبل از اینکه کوروش تموم بشه حکومتش، حکومت روم، حکومت یونان پیشگویی میشه. قبل از حکومت یونان، بعد قبل از که به پایان برسه، کلام خداوند توضیح میده، میگه که این حکومت میریزه، 3-4 قسمت میشه، فرماندهانش تقسیم میکنن، نابود میشه، همه رو توضیح میده و حکومت روم رو توضیح میده. همه اینا برای اینکه این جنگ ها در آسمان انجام میشه و بر روی زمین ادامه پیدا میکنه و ما میبینیمش. کسانی که کتاب مقدس رو به درستی میخونن، با روح خدا میخونن و درکش میکنن، کاملا اینها براشون آشکار میشه و هویدا میشه. ما به عنوان ایمانداران به خداوند عیسی مسیح در معرض این جنگ هستیم و برای همینه که خداوند در افسسیان فصل 6 آیه 10 تا 18 میگه که تک تک سلاح‌های روحانی رو وردارید و مجهز بشید بهش. خب هر کشوری ارتشی داره و هر ارتشی سلاح نظامی برای دفاع داره که از در جنگ ازش استفاده بکنه، هر ارتشی. خب شاید شما بگین که من اصلا از جنگ خوشم نمیاد و دوست ندارم که اصلا جنگ بکنم. گفتم این چیزیه که انتخابی نیست. اگر شما به عیسی مسیح تعلق دارین، در این جنگ قرار دارید. اسم نمیبرم، نمونهش اینجاست. برای دعا میاد، ماشین میزنه بهش، راه میره بره بالا، اپله پرت میشه. نمونه های زیادی هست، شما هر کنتون میتونی شهادت بده. جنگ هست و شما چه بخواید چه نخواید، توی اگر به عیسی مسیح تعلق دارید، شما در این جنگ قرار دارید. و اگر خودتون رو مجهز نکنید به سلاح‌های روحانی، همیشه خسته، شکسته و درمانده روحانی هستید. بیزینستون بالا نمیاد. زندگیتون رونق نمیگیره. رابطتون درست نمیشه. تحصیلاتتون به انجام نمیرسه. اگر مسیح هستید، کسانی که در مسیح نیستن برنامه دیگه دارم، من اصلا راجع به اونها کار صحبت نمی کنم. کسانی که به عیسی مسیح ایمان آوردن رو دارم میگم، یک ایماندار نیاز داره که سلاح‌های روحانیش رو بپوشه، آماده باشه و در این جنگ بیسته. خب حالا این سلاح‌های روحانی، بذاری افسسیان فصل 6 آیه 13 رو یه بار براتون بخونم. اسلاید شماره 11 رو بی زحمت میندازیم برامون. میگه بنابراین از یک سلاح‌های خدا به هنگام حمله دشمنتان شیطان استفاده کنید تا بتوانید حمله او را دفع نمایید و در آخر بر پاهای خود محکم بایستید. خب این سلاح‌های روحانی چه چیزایی هستن؟ اونها از 6 قسمت تشکیل شدن که در یک قسمت کلی قرار میگیرن. اون قسمت کلی تو آیه 18 هستش و اون دعا هست. الان براتون میخونم. اسلاید شماره 13 هم برامون بندازید بزنم. 12 و 12 هم این 12 هست. نه این آیه 14 هست. اسلاید شماره 12. خب آیه 14 در افسسیان میگه کمربند محکم راستی، زره عدالت. آیه 15 میگه کفش انجیل، انجیل آرامش بخش. آیه 16 میگه سپر ایمان.
آیه 17 میگه کلاه قوت نجات و شمشیر روح که همان کلام خداست. و آیه 18 که به شما گفتم میگه که دائم در دعا باشید. همه این تو پکیج دعاه. خب حالا توضیح میدم براتون. نداریم پرجان 13 رو؟ اینجاست. همونی که آوردین بی زحمت ببخشید. مرسی. شکرم شماره ها رو من اشتباه زدم. خب میگه کمربند محکم راستی. طبق کتاب مقدس عمل کرده شیطان، طبق کتاب مقدس و عمل کرده شیطان، ما میدونیم که شیطان کیه؟ دروغگوه و پدر دروغگویانه. شیطان با دروغ میجنگه و گاهی هم دروغهاش رو انقدر قشنگ واقعی میکنه که به نظر خیلی طبیعی و خیلی برای ما قابل درک میاد. این سلاحیه که شیطان داره برای جنگیدن. بس در مقابل این سلاح بهتره که ما چیکار کنیم؟ از سلاحی بر علیه اون استفاده کنیم. اون چیه؟ طبق این آیه راستیه. در راستی بایستیم، در درستی بایستیم و شیطان از ما میگریزه، دور میشه. شما یه دونه دروغ بگید، هزار تا دیگه دروغ باید بگید، بازم نمیتونید درستش کنید. هزار دروغ بگید، یه دونه راست بگید، همه دروغ رو حل میش میکنید، دروغ از بین میره. در راستی باید ایستاد. اشتباه کردم؟ معذرت میخوام، من اشتباه کردم، این کاری که کردم. دوم میگه زره عدالت خدا رو بگیرید. خب شیطان اکثر مواقع به کجا حمله میکنه؟ به قلب ما، به مرکز احساسات ما، به ارزش‌های شخصی ما و به ایمان ما حمله میکنه. عدالت خدا ذره‌ایه که قلب ما رو محافظت میکنه. خدای پدر عیسی مسیح رو فرستاد تا با مرگش به جای ما، ما رو در دادگاه الهی محکوم کنه؟ نه، محکوم نکنه، بلکه چیکار کنه؟ عادل بشماره. وقتی که شما به عیسی مسیح ایمان آوردین، عدالت خدا بر شما اومده و عادل شمرده شده اید و دیگه شیطان نمیتونه بیاد روی احساسات ما، روی ایمان ما، روی قلب ما بیاد و این فکر رو به وجود بیاره. نه میدونی شما اصلا خدا کیه؟ اینا همش خرافاته، اینا همش صحبتاییه که پال به قول کتاب نوشتن که پولس همه این مسیحیت رو به وجود آورده. اینا کتابایی که در اومده بیرون از دست انسان‌ها. نه، ذره عدالت خدا رو به تنتون کنید. کفش‌های انجیل آرامش بخش. بزرگترین فرمان خداوند عیسی مسیح چیه؟ یادتون هست؟ نه، این چیزی که زینا جان گفت، متا فصل 28 آیه 19 تا 20، بروید همه قوم‌ها را شاگرد من سازید و آنها را در نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و آنچه که به شما درس دادم به آنها درس بدهید. این فرمان بزرگ عیسی مسیح هستش. حالا اینجا به ما میگه کفش‌های انجیل را برپا کنید. اون وقت شما میرید به یه نفر بشارت بدید، مسخرت میکنید، بعد میای میگی، شیطان تو فکرت میگه بابا خودتو مسخره کردی ها، او این بازی ها چیه؟ مردم دنیا قرن 21 دارن پیشرفت میکنن، تو میبری به مردم میگی بیا به عیسی مسیح ایمان بیار. اصلا یه کسی که معلوم نیست کی بوده، کی بوده، یه انسان رو برشن خدا کردن، دروغای شیطان، همه با هم جمع میشن که شما رو از این کار منع کنن. ولی این فرمان خداست، کفشای انجیل رو بپوشید برید. چرا؟ چون که پیام مسیح پیام صلح انسان و خداست. چی بهتر از این در دنیا که شما ما بین دو نفر صلح برقرار کنید؟ و کلام خدا میگه چه خوش قدمن آنهایی که برای صلح، درسته؟ چه خوش خبرن آنهایی که برای صلح قدم برمی‌دارن. سپر ایمان،
البته منظورم ایمان که اینجا میگم ایمان به عیسی مسیح است. بعضی‌ها میگن آقا شما به هر چی ایمان داشته باشی میشه. ما داریم اینجا راجع به ایمان به عیسی مسیح صحبت میکنیم. خب سپر ایمان به ما یک دیدی ماورای اوضاع و شرایط محیطیمون میده و ایمان پیروزی نهایی مطلق به عیسی مسیح استش. ما ایمان داریم که پیروزی نهایی مطلقاً مال عیسی مسیح، نه مال شیطان. شیطان امروز شاید خیلی کارا داره میکنه، خیلی اتفاقات در دنیا میفته، شیطان از طریق مذاهب که ما امروز یکیشو شاهد هستیم داره خیلی کارا میکنه، خیلی قدرت های خودشو نشون میده، ولی پیروزی نهایی مال یهوه است، مال عیسی مسیح است و این سپر ایمان شما است. من ایمان دارم که تمام شرایط الان برای من مهیا نیست، جور نیست، در سختی هستم، در فشار هستم، همه چیز داره به من میگه که خراب شده، درست نیست، ولی ایمان دارم که مسیح من رو عبور میده از اینجا. موسی قوم بنی اسرائیل رو آورد دم دریا. ایمان موسی بود وقتی که بهش گفت عصاتو بلند کن، این آب باز میشه و تو عبور میکنی. اگر ایمان نداشت اون هم مثل اون افراد دیگه میترسید و این کار رو هم نمیکرد. نه اینکه خدا نیاز داشت که اون این کار رو بکنه، بلکه خدا میخواست ایمان اون رو نشون بده و آب باز شد و اونا عبور کردن، از مرگ به هستی اومدن، از مرگ به حیات اومدن. سپر ایمانتون رو بپوشید، در هر شرایطی دو ایمانتون رو حفظ کنین. کلاهخوت نجات. شیطان دائما سعی میکنه که توی فکر ما اثر بذاره، نجات ما رو در عیسی مسیح به شک بندازه. خب شک نداشته باشید، کلاهخوت نجات رو بذارید، هیچ شکی نداشته باشید از اینکه شما در عیسی مسیح نجات یافته هستید. ایمانتون رو از طریق این کلاهخوت حفظ بکنید. تمام اینا که خوندم سلاحایی بودش که خداوند داده بود ما خودمون رو دفاع کنیم از این جنگ روحانی. حالا نگاه کنید به شیشون، یه دونه سلاح داریم که باهاش میتونیم تهاجمیه، میتونیم حمله کنیم. میگه شمشیر روح که همان کلام خداست رو به دست بگیرید. خب شمشیر روح کلام خدا تنها سلاح تهاجمی ماست و شیطان همش فشار خودش رو بر روی راستی، عدالت، پیام انجیل و ایمان ما میاره تا ما رو خسته کنه، به زانو بندازه و ما رو نابود کنه. و اون موقع است که ما باید با شمشیر برنده و نافذی که دستمون داریم که همون کلام خداست از اون استفاده کنیم و اون از ما میگریزه. چجوری از اون استفاده کنیم؟ نمونه بارزش عیسی مسیح وقتی در آزمایش بیابان بود، چجوری استفاده که از کلام خدا؟ مگه شیطان نیومد گفت اگر تو پسر خدا هستی به این سنگ بگو نان بشود؟ عیسی مسیح از چی استفاده کرد؟ چی گفت؟ گفت مکتوب است که انسان به نان زنده نیست بلکه به هم هر کلام به کلام خدا. گفتش که تو منو سجده کن و من تمام ممالک دنیا رو به تو میدم. گفت مکتوب است که فقط خداوند خدای خود را سجده کنید. بار سوم گفت چی؟ گفت اگر تو فرزند خدا هستی به فرشتگان بگو که تو رو بلند کنن که به این سنگ ها نخوری، نمیدونم محافظت کن نیفتی، یه هم چیزایی. و بهش گفت چی؟ دور شو ای شیطان. جانم بله خداوند خدای خود را نمیز ما. از کلام استفاده کرد. کلام شمشیری برنده است. اگر کلام رو یاد بگیرید، تو ذهنتون حفظ کنید، دائم با کلام زندگی بکنید، هر حمله ای شیطان بکنه شما یک ضد حمله براش دارید. اینو بارا گفتم. خداوند در کتاب مقدس 365 بار میگه چی؟ نترس، من با تو هستم. شیطان همش میاد ما رو میترسونه. برای هر چیزی ما میترسیم.
برای سرماخوردگیمون میترسیم، برای وضعیت فاینانشالمون میترسیم، برای بچه‌هامون میترسیم، برای همسرمون میترسیم، برای کارمون میترسیم، برای خونهمون میترسیم، برای سقف خونهمون میترسیم چکه نکنه، برای ماشینمون میترسیم، برای همه چی میترسیم. ولی خدا من هر روز صبح که بلند میشم میرم جلو آینه میگه نترس، من با تو هستم. آخرین سلاحی که ما داریم که بسیار قدرتمند هست آیه 18 است که میگه همیشه دعا کنید. میدونی یعنی چی همیشه دعا کنید؟ یعنی این 6 تا سلاحی که بهتون دادم با این یکی که 7 تاست همیشه توی تن شما باشه. موقع که میخوابید، نمیم کی رفته سربازی، من سربازی بودم، وقتی که شما در جبهه هستی شما لباس در نمیاری آویزون کنی بری تو رخت خواب بخوابی و صبح بلند شی لباس بشی، با پوتینات و کفش تو حتی اصله بغلت میخوابی، همیشه سلاحتو داری. و اینجا میگه همیشه دعا کنی، همیشه کلاخوت را نجات رو بذاری، سپر ایمان رو بردارین، کمربند راستی رو، کفش های انجیل رو و شمشیر کلام رو داشته باشید. همیشه دعا کنین. یعقوب فصل 5 آیه 16 میگه دعای مرد عادل قدرت بسیار دارد. اعمال رسولان فصل 16 خواهش میکنم بخونید. پولس و سیلاس رو به خاطر بشارت به مسیح گرفتن، زنجیر کردن، به دیوار بستن و اونا گفتن به اون زندانبانا اگر اینا فرار کنن شما رو ما میگیریم و اعدام میکنیم. و میگه اونا دعا کردن، وقتی که دعا کردن زنجیرها پاره شد، دیوارها ریخت، درهای زندان باز شد. خب آیا شما باور داری وقتی دعا میکنید زنجیرها پاره میشه، درها باز میشه، دیوارها میریزه؟ آیا شما باور دارید که امروز اگر شما به عنوان ایماندار به عیسی مسیح دعا بکنید، دیوارهایی که شیطان به روی ایران کشیده، قلعه هایی که شیطان به روی ایران کشیده، به روی خانواده های ماها کشیده، به روی شهرهای ماها کشیده، به روی اون خاک کشیده، چه از آسمان و چه از زمین دیوارها ریخته میشه؟ آیا ایمان دارید؟ بس بایستید دعا کنیم.